بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. برآوردم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. پای سخن زبانشناسان و سخندانان در گرامی داشت زبان پارسی. آموزه‌هایی برای نگهبانی از کاخ بلند زبان پارسی. با درودهای فراوان، من میرزا آقا عسکری مانی هستم و در آنچه که خواهید شنید درباره زبان پارسی و چگونگی سرنوشت آن با شما سخن میگویم. یکی از راه‌های از بین بردن هویت فرهنگی و ملی در میان ملت‌ها از بین بردن زبان اونهاست، چرا که هویت ملی و هویت فرهنگی هر ملتی در زبان اون ملت تجلی پیدا میکنه و زبان آنچنان در سرشت خودش با فرهنگ و آیین و منش و روش و تاریخ یک ملت آمیخته است که هرگاه ما این نظام و سامانه بیرونی فرهنگ رو که همون زبانه و همون موضوعی است که در واقع در زبان تجلی پیدا میکنه در هم بیاشوبیم، در واقع و در نهایت فرهنگ اون ملت رو در هم آشفتیم. بسیاری از شکست‌هایی که ایرانی‌ها در درازای تاریخ داشته‌اند شکست‌های نظامی و سیاسی بود. برای نمونه اسکندر مقدونی آمد و نظام سیاسی ایران رو در هم شکست، بر ایران چیرگی یافت، مدت‌ها خودش و پس از او نمایندگان او که حکومت سلوکیان رو تشکیل دادند بر ایران حکومت کردند، اما رفتند بیان که زبان ایرانی یا زبان ایرانیان زبان یونانی شود و دین ایرانیان که آیین زرتشت بود دین یونانی شود. در دورانهای دیرتر مغلها آمدند، کشتند و سوختند و بردند و بر ایران چیرگی یافتند و مدتها بر ایران پادشاهی کردند، اما سرانجام رفتند و نمونه‌های فراوان دیگری. اما در درازای 2500 سالی تاریخ ایران مردم ایران یک شکست فوق العاده خورده‌اند که فرایندهای اون تا به همکنون هم باقی مانده و این شکست ایرانی‌ها در برابر هجوم تازیان بود. تفاوتی که یورش تازیان با دیگر یورش ها به سرزمین ما داشت در این بود که تازیان نه تنها ما رو در عرصه سیاسی و نظامی شکست دادند، بلکه اندک اندک و با گذشت زمان زبان خودشون رو هم بر ما چیره کرد. محتوای این زبان هم دین اسلام و محتوای دین اسلام از یک هویت عربی حکایت میکرد، یعنی دینی بود که مال مردمی بادیه نشین بود، برای اونها درست شده بود، به زبان اونها آفریده شده بود و هویت این قبایل رو در خودش منعکس داشت. اما غلبه چون این دینی بر مردم ایران و مسلمان شدن مردم ایران موجب گردید که در واقع ایرانی ها شکستی رو تحمل بکنند که تا به اکنون 14 قرن و اندی ازش گذشت و هنوز هم مردم ایران درگیر تبعات و فرایندهای این شکست هست. از زمانی که تازیان بر ایران چیرگی یافتند تا زمانی که توانستند بخش عمده مردم ایران رو به آیین خودشون اسلام در بیاورند، البته چند قرن طول کشید و مردم ایران به سادگی تسلیم نشدند. در دو سده نخست سکوت و شکست آنچنان دردناک بود که وقتی تاریخ نویسان از این دو سده نام میبرند با درد و اندوهی فراوان از اون سخن میگویند، چرا که همراه بود با سرکوب مردم ایران، با کشتار وسیع مردم و موضوع به این قرار بود که مردم ایران که شکست خورده بودند یا باید مسلمان می شدند یا باید جزیه پرداخت می کردند، باج می دادند به خاطر اینکه آیین خودشون رو حفظ کنند. تازه هرگاه که آیین خودشون رو هم با پرداخت باج نگه می داشتند آدم های درجه دوم به حساب می اومدند.
دیگر آن ایرانی هایی که در خانه خود در میهن خود زندگی میکنند به شمار نمیرفتند، بلکه مسلمان ها انسان های درجه اول شناخته میشدند و غیر مسلمان انسان درجه دو بود. و ببینید چقدر دردناکه که یک ملت در خانه خودش شکست بخوره و در خانه خودش با او به گونه انسان درجه دو برخورد بکنند. این شاید واژه خیلی ساده‌ای باشه برای اون همه درد و رنجی که مردم ایران باید تحمل می‌کردند به عنوان انسان‌های زیردست، موالی، بنده، برده و حتی واژه‌های ناشایسته‌ای بر مردم ایران گذاشته بودند، همچون عجم یعنی لال، چرا که مردم ایران بلد نبودند عربی صحبت کنند و برای اعراب که حمله کرده بودند و ایران رو گرفته بودند مردمی لال به حساب می‌آمدند و به همین خاطر به اونها میگفتن لال، عجم، یا میگفتن موالی یعنی بندگان و بردگان، یا میگفتن کافر و گبر، چرا که ایرانیانی که هنوز به آیین‌های نیاکانی خودشون یا به آیین زرتشتی باور داشتند از دیدگاه مسلمانان کافر و گبر محسوب میشد. پایداری‌های دردناک و خونینی صورت گرفت در همه جای ایران. در آذربایجان بابک خرمدین پایداری کرد، یعنی در واقع مردم آذربایجان، در مناطق مرکزی ایران همینطور، در شمال خاوری ایران در منطقه خراسان بزرگ پایداری های فراوانی صورت گرفت. همه این پایداری ها همراه بود با جنگ و گریز های بسیار بسیار وحشتناک و هر بار نیروهای تازه نفسی از بغداد و جاهای دیگر به دستور خلیفه وقت به ایران می اومدند و با همدستی و همکاری خود ایرانی هایی که مسلمان شده بودند یا روحشون رو و خودشون رو فروخته بودند به لشکر پیروز، به سرکوب بقیه ایرانیان آزادهی که می خواستند ایرانی باقی بمانند می پرداخت. از همین مقطع مردم ایران دچار دوپارگی فرهنگی شدند. جامعه ایران دو قطبی شد. یک قطبش در برگیرنده قبایل عرب بود، چون در تاریخ خوانده اید که وقتی عرب پیروز شدند و پیروزیشون کامل شد در ایران، ده ها قبیله عرب کوچ کردند اومدند ایران، چرا که ایران اصلا به همین خاطر تصرف کرده بودند. اونها در مناطق خشک و بی آب و علف زندگی میکردند، در مناطقی که خوردنی کم بود، میوه کم بود، آب کم بود، سوزان بود، شنزار بود، طوفان‌های شن داشتند و زندگی در اون مناطق براشون ناگوار بود. به همین خاطر وقتی که ایران شکست خورد، این قبایل اومدند و ایران رو بین خودشون تقسیم کردند و هر قبیله در یک جای سکنا گزید. مثلا بیشترین اعرابی که به مناطق مرکزی ایران اومدند و در عراق عجم یا عراق عجم که در واقع همون عراق و ری و پیرامون اون بود سکنا گزیدند، شمارشان آنچنان زیاد بود که اکثریت مردم اون منطقه رو عرب ها تشکیل میدادند. مثلا در شهر قم بیش از 60% از اهالی عرب بودند، اعرابی که همشون آخوند هم نبودند اما عرب بودند، دینشون دین اسلام بود، زبانشون زبان عربی بود و اقلیتی که در اونجا به نام ایرانی زندگی میکرد با دشواری زندگی میکرد و اینها به عنوان انسانهای زیر دست زندگی میکردند. خب در چنین وضعیتی پیداست که جامعه دو قطبی می شود. در یک قطب عرب ها بودند و ایرانی هایی که تسلیم شده بودند، ایرانی هایی که خود فروخته بودند و ایرانیانی که بر روی آیین اسلام رو پذیرفته بودند. در قطب دیگر ایرانیانی بودند که زبان خودشون رو حفظ کرده بود، دین خودشون رو حفظ کرده بود، آیین‌های خودشون رو حفظ کرده بودند و البته در برابر این دستاورد باج می‌پرداخت، چون مسلمان‌ها به مردم ایران گفتند که یا باید مسلمان شوید یا باید باج بدهید یا باید از ایران بیرون برید. خب اونهایی که پول نداشتند، کشاورز ساده بودند، صنعتگر ساده بودند، مردمی عادی بودند، ثروتی نداشتند، نمیتونستند باج پرداخت بکنند، به ناگزیر مسلمان شد. اونهایی که دستشون به دهنشون میرسید یا با هر بیچارگی که باید تحمل میکردند اون باج رو تهیه میکردند و به نمایندگان اعراب پرداخت میکردند، خب میتونستند دینشون رو حفظ کنند اما در جایگاه انسان درجه دو. و تعدادی هم میهنشون رو گذاشتند و رفتند به غرب، به شرق، به هندوستان. دوپارگی فرهنگی دوپارگی زبانی رو هم برای ما همراه داشت.
یعنی زبان و ادبیات ما هم دو پاره شد. بخشی از آن با زبان عربی نوشته میشد و بخشی دیگر با زبانهای ایرانی. زبان عربی به زبان رسمی دولت و حکومتهای وقت در ایران تبدیل شده بود. بیشتر این حکومتها هم دست نشانده خلافت بغداد بودند. خب این دستگاه حکومتی دست نشانده البته در ایران برای خودشون نویسنده داشتن، کاتب داشتند، امور اداری داشتند، تاریخ نویس داشتند، شاعر داشتند، نویسنده داشتند، کاتب داشتند و همه اینها باید به زبان عربی می نوشتند. به هر روی زبان عربی زبان دینی بخش مسلمان ایران هم بود، چه عربهایی که آمده بودند اون قبایل و در ایران ساکن شده بودند و چه ایرانیانی که به ناگزیر دین لشکر غالب رو پذیرفته بودند و مسلمان شده بودند. دین اینها دین اسلام بود و برای سخن گفتن با خداشون، برای راز و نیاز کردن با پروردگارشون باید به عربی نماز میخوندند و سخن میگفتند. کتاب دینیشون به زبان عربی بود، ضرب المثل هاشون، رسالاتشون و شرعیاتشون به زبان عربی بود. و یه بخش دیگری که با دشواری البته و در تنگناهای بسیار بسیار سخت فرهنگی و اجتماعی کماکان به حفاظت مستقیم یا پنهان آیین ایرانی، فرهنگ ایرانی و زبان ایرانی پرداخت. در زمینه ادبیات دقیقاً ما با دو جریان فرهنگی و ادبی در تاریخ ایران رو در رو هستیم که چه در محتوا و چه در زبان به دو جهت مخالف همدیگر حرکت می‌کنند یا در بسیاری جاها موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند، بیان که آمیختگی زیادی داشته باشند. در جاهای آمیختگی دارند، با گذر زمان یک بخشی از اون زبان و فرهنگ غالب توسط مغلوب شدگان پذیرفته میشه و تدریجا به زبان اینها و به آنچه میگفتند و می نوشتند و می سرودند وارد می شد. یک بخش هم البته از این سو به اون سو منتقل می شد، اما روند غالب در این تنازع و تضاد و نزاع فرهنگی با زبان عربی بود یا با فرهنگ عربی بود. و هرچه تاریخ پیشتر می رفت زبان عربی نیروی بیشتری در زبان فارسی می گرفت، گرچه زبان پارسی و دیگر گویش های ایرانی بخش خیلی گسترده از واژه‌های عربی رو به ناگزیر میپذیرفتند چون باید باهاش سخن میگفتند، اما بسیاری از این واژه‌ها رو خودیش کردند، به شناسنامه ایرانی دادند، به گونه‌ای که شما امروز همه واژگان عربی رو که در زبان پارسی وجود داره اگر برای خود اعراب که در ایران نزیستند بیان کنید خواهید دید که اونها بسیاری از این واژه‌ها رو با معانی دیگری به کار میبرند. حتی ممکنه تلفظ واژه‌ها واژگان تازی توسط ایرانیان به گونه‌ای دفرمه شده که اعراب به راحتی حتی ممکنه خود واژه رو نتونن بشناسن. بنابراین دستگاه زبانی تازی تا حد وسیعی در دستگاه زبانی پارسی ذوب شد، رفت در قالب زبان پارسی و بعد شکل دوباره‌ای گرفت و بسیاری جاها معانی تازه‌ای پیدا کرد و کاربردهای نوینی پیدا کرد. واژه در جایی نشست که قبلا معنای دیگری و کاربرد دیگری و جایگاه دیگری داشته، اما در زبان دوم میاد و یک شناسنامه تازه پیدا میکنه، معنی دیگری میده و کاربرد تازه‌ای پیدا میکنه. با این همه بدنه زبان پارسی لطمه براسی جبران ناپذیری از زبان عربی خورد و در مقاطعی حتی بسیاری از اندیشمندان ایران دوست، بسیاری از اندیشمندان و شاعران و نویسندگان ایران دوست بخشی از نوشته های خودشون رو رسماً و به تمامی به زبان تازی نوشتن، یعنی زبان عربی زبان رسمی اونها شد. اینها ایران دوست بودند اما مسلمان شده بودند و البته نگاهشون به اسلام هم متفاوت بود با نگاه دستگاه خلافت به اسلام، با نگاه خود تازیان بیرون از ایران به اسلام، چرا که اینها به هر حال اون منش و هویت ایرانی و حتی بخشی از دین و آیین و نگاه ایرانی پیش از اسلام رو هم وارد دیدگاه فلسفی اسلامی کردند و اصلا زاویه دید تازهی مطرح شد و بعدها تشیع از درون همین اومد بیرون، گرچه نتیجه و
میوه و ثمر این تشیع امروزه به جایی رسیده که یک نوع بنیادگرایی خیلی دردناک و واپسگرا و عقب مانده است. اما در آغاز بخشی از تلاش ایرانیان برای دور زدن اسلام ایجاد شعبات تازه‌ای از خود دین اسلام بود، ایجاد فرقه های تازه یا ایجاد نگاه های تازه. خود عرفان یا صوفیگری تلاش ایرانیان بوده برای دور زدن اسلام رسمی. حالا اینکه بعدن خودشون به کجاها رسیدن امر دیگری است که من خواهم کوشید در برنامه های آینده درباره اونها سخن بگویم. به ویژه مکس بسیار طولانی خواهم داشت بر جریان تفکر عرفانی و بر صوفیگری و فرقه های دیگر و مشابه این فرق، تا ببینیم که ایرانی ها چگونه میخواستن مقاومت بکنن، چگونه مقاومت کردن و این پایداریشون با چه ابزاری بود و سپس چه نتایجی رو در بر داشت، چه میوه هایی رو داد. من در حال حاضر در واقع مقدمه ای دارم فراهم میکنم، پیش درآمدی برای آنچه که بعدن اندک اندک بیان خواهم کرد و شاید با طرح این پیش درآمد و با بیان این مقدمه من راحت‌تر بتونم در برنامه‌های آتی خودم سخن بگویم و یا دست کم برای کسانی که سخنان من رو میشنوند آشکار باشد که برداشت من و نیت من از کاربرد اصطلاحات فرهنگی یا ادبی چیست و در واقع در آغاز باید به یک زبان همبهره و مشترک دست پیدا بکنیم و اونگاه وارد کنه مطلب و اصل مطلب بشن. یک نگاه به شعر و نثر پارسی در 10 قرن گذشته و به ویژه از قرن 4 به این سوی، این دوپارگی فرهنگی رو به خوبی در برابر دیدگان ما میگذاره. یعنی با اندکی دقت و هوشیاری هر خواننده ایرانی میتواند با مروری بر سروده ها و نوشته های زبان پارسی در 10 قرن گذشته دریابد که اون نزاع درونی، اون تضاد فرهنگی و اون دوپارگی معنوی در بین ایرانیان چه ابعاد گسترده‌ای داشته است و چقدر پرژرفا بوده، هم در جرفا و هم در گستره ابعاد بیرون از عادت داشته. این دوپارگی فرهنگی و زبانی تا همین امروز هم ادامه یافت و تازه از سال 1357 به این سو اوج تازه‌ای و بعد تازه‌ای گرفت. به چه معنا؟ به این معنا که در سال 1357 که انقلابی شد و بعد توسط روحانیت این انقلاب مصادره شد و سران اصلی حکومت اغلبشون سید هستند، سید روح الله موسوی خمینی، سید محمد خاتمی، سید علی خامنه‌ای و و و و و, و اینها خب از همین لقب سیدشون پیداست که ایرانی تبار نیستند بلکه عرب تبار هستند. خب حکومت به دست عرب تباران افتاد یا دوباره به دست فرزندان همون قبیله هایی که بر ایران غلبه کرده بودند و ایران رو تصرف کرده بودند در اومد و اینها خب اون بخشش که روحانی هم هست و مرجع تقلید هم هست و یک توده وسیع رو هم به عنوان مقلد پشت سر خودش داره و نامش رو هم دیگه ملت نمیگذاره میذاره امت اسلامی، اینها یک تلاش سازمان یافته و سنگینی برای از بین بردن بقایای هویت ایرانی، هویت فرهنگی ما و حتی زبان ما آغاز کرده. من در برنامه‌های آینده نشان خواهم داد سیاه روی سفید از روی نوشته و مداره که اینها چگونه به طور سازمان یافته و بسیار حساب شده دارند تلاش میکنند که ایران رو برای همیشه از هویت ایرانی تویی، حتی از اون شمار اندکی از ایرانیانی که توانستند 14 قرن خودشون رو در ایران محافظت کنند، زرتشتی بودند و مثلا زرتشتی بمانند، یهودی بودند یهودی بمانند، اینها رو هم تارومار کن. همکنون که زمستان 1387 هست، آمار رسمی زرتشتی های ایران که در درون ایران هنوز هستند 6000 نفر، یک سال پیش 18000 نفر، یعنی 12000 نفر از زرتشتی ها توی 12 ماه گذشته هر ماه 1000 نفر ناگزیر شدن میهن نیاکانیشون رو رها کنن از ایران برن بیرون. خب اون 6000 تا هم یه بخشش دیگه پیر است و کودک است و زمینگیر است و دستش به دهانش نمیرسه، اصلا امکانی نداره از ایران بره بیرون. اما جمهوری اسلامی به طور آشکار و سازمان یافته
یافته هجرت دادن و کوچاندن اونها رو هم در دستور خودش داره و هیچ دیر نیست و دور نیست که اگر اوضاع بر همین گونه پیش برود ما در 10 سال آینده حتی یک زرتشتی هم در ایران نداشته باشیم. مهم نیست که کسی زرتشتی باشد یا نباشد، در اینجا مهم این است که ما آشکارا در برابر چشمان خودمون میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی برای از بین بردن هر نشانه‌ای که تعریفی از ایران به دست بدهد یک برنامه ریزی بسیار حساب شده و گسترده ای دارد. یکی از این نشانه ها و شاید یکی از مهمترین این نشانه ها خود همین زرتشتی هایی هستن که 14 سده از خودشون حفظ کردن در اون مملکت، اما الان دیگه نمیتونن. و همین نسبت این رژیم میکوشه زبان پارسی رو هم تدریجاً به سوی زبان عربی ببرد و محتوای این زبان رو هم اسلامی کنه. تا اونجایی که این زبان هست و نمیتونه به این سادگی، خب مسئله زبان رو که نمیشه به سادگی از بین برد. زبان پارسی زبانی نیست که با برنامه‌ریزی حکومتی بشه طی 20 سال و 30 سال و 40 سال این رو از بین برد. شاید خیلی زمان بیشتری بخواد ببره، اونم اگر مردم مقاومت نکنن که دارن میکنن. برابر این میکوشد که مادامی که این زبان به هر شکلی داره به حیات خودش به زندگی خودش ادامه میده محتواش رو غیر ایرانی بکنه. من در اینجا سخنم رو به پایان میرسونم و در گفتارهای آینده هم این سخنانم رو با نوشته هایی از تاریخ و ادبیات ایران برای شما ادامه خواهم.